بیاییم برگردیم به سال 2020، زمانی که سامسونگ توی مراسم گلکسی آنپکت خودش یه گوشی تاشو به اسم زد فلیپ معرفی کرد که مکانیزم تاشدنش مثل گوشی تاشوی دیگه بازار نبود. در واقع به سبک اون گوشی قدیمی ها از بالا به پایین تا می شد. خیلی از کاربرا و منتقدای تکنولوژی زد فلیپ رو پروژه می دونستن که قراره شکست بخوره و سامسونگ از تولیدش منصرف بشه. نسل اول زد فلیپ خیلی چنگی به دل نمی زد، اما سامسونگ هر سال محصول بهتری از سال گذشته برای گوشی تاشو معرفی کرد تا اینکه همین چند وقت پیش این گوشی تاشو کوچیک و خوش دستی که میبینین، یعنی گلکسی زد فلیپ 5، گل سرسبد سامسونگ به عنوان جدیدترین عضو خانواده زد فلیپ معرفی شد. سامسونگ تصمیم گرفته که همه ایرادهای نسخه‌های قبلی رو برطرف کنه و یه گوشی تاشو خیلی جمع و جور و کاربردی رو به بازار روونه کنه. با من شهروز شرکچی تا آخر این ویدیو همراه باشین تا به جدیدترین گوشی سری زد فلیپ، یعنی گلکسی زد فلیپ 5، یه نگاهی با هم بندازیم. همونطوری که اولش هم گفتم، خانواده زد گوشی سامسونگ شامل گوشی های تاشو میشن. گلکسی زد فلیپ گوشی تاشویه که نسبت به سری قبل پیشرفت خیلی چشمگیری نداشته، اما یه سری امکانات جدید و بهتری داره که به نظرم شما رو به خرید زد فلیپ 5 ترغیب میکنه. این گوشی طراحی متفاوتی با زد فولد داره، یعنی نحوه تا شدن این گوشی با فولد متفاوته. خیلی جمع و جوره و هم موقعی که تابشه و هم موقعی که در حالت لولای باز باشه به راحتی توی جیب هر پیرن و شلواری جا میشه. اولش از تغییر بزرگش شروع کنیم. تغییری که سامسونگ توی نسل قبلی زد فلیپ اون رو به عنوان نمایشگر کوچیکی برای نشون دادن زمان تعبیه کرده بود، اما الان به عنوان یه نمایشگر بزرگی که قسمت تاشونده بالای گوشی رو در بر گرفته، باعث میشه که خیلی از نیازهای کاربر حتی بدون باز کردن گوشی تامین بشه. این نمایشگر که سامسونگ بهش کاور دیسپلی میگه، اندازه 3.4 اینچی داره و رزولوشنش 720x748 پیکسل از نوع سوپر امولده. طبیعتاً این نمایشگر برای تماشای فیلم، سریال یا چت کردن ساخته نشده و فقط برای انجام کارهای ضروری و سریع موقعی که قصد باز کردن نمایشگر رو ندارین مناسبه. از امکانات این نمایشگر میتونن به دریافت نوتیفیکیشن‌ها، نمایش آب و هوا، نمایش زمان، عکاسی با دوربین اصلی و وبگردی اشاره کنم. یادتون باشه که نباید انتظار نرخ نوسازی بالا یا کیفیت تصویر خیلی بالایی رو از نمایشگر دوم داشته باشین، ولی وجودش انقدر مفیده که آدم فکر میکنه که واقعا روی نسل‌های قبلی که همچین نمایشگری روی بدن نبود، کار برای زد فلیپ چه لذتی از گوشیشون میبردن اصلا. خلاصه که واقعا مفیده وجودش. لولای این گوشی یکی از مقاوم‌ترین لولای گوشی‌های تاشو توی جهانه و سامسونگ ادعا داره که بهترین تست و آزمایش‌ها برای سنجش کیفیت و دوام این لولا استفاده شده. حالا لولای جدید سامسونگ دو طرف صفحه نمایش رو هم توی حالت بسته به همدیگه میرسونه که طراحی گوشی رو به حد اعلی رسونده. نمایشگر این گوشی توی حالت باز 6.7 اینچ از نوع داینامیک امولد 2X که از نرخ نوسازی 120 هرتزی و HDR 10 پلاس هم پشتیبانی میکنه. میزان روشنایی این صفحه نمایش حد اکثر به 1750 نیت میرسه که عالیه و واقعا باعث میشه که زیر نور آفتاب هیچ مشکلی بابت تماشای محتوای صفحه نمایش نداشته باشین و به راحتی بتونین توی محیط پرنور هم محتوای نمایشگر رو ببینین. خط تای نمایشگر زد فلیپ 5 وقتی نور بهش میتابه و دقت میکنین دیده میشه که خب خیلی غیر طبیعی نیست و توی ذوق نمیزنه. با این حال هنوز گوشی‌های تاشو به تکنولوژی نرسیدن که خط تای گوشی در واقع محو بشه و دیده نشه، ولی بعد از چند روز استفاده از گوشی احتمالاً چشمتون بهش عادت میکنه و زیاد براتون آزاردهنده نمیشه. سامسونگ توی زد فلیپ 5 رنگ‌های سبز نعنایی، گرافیت، کرم، بنفش لوندر، خاکستری، آبی و زرد استفاده کرده که رنگ‌های خیلی متنوع و کاربرپسندی داره. بالای صفحه نمایش اصلی زد فلیپ 5 یه دونه دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی وجود داره که مثل دوربین پرچم‌دارای سری S سامسونگ کیفیت خروجی خیلی خوبی داره. اینم در نظر داشته باشین که با تا کردن این گوشی میتونین خودتون بدون استفاده از دوربین سلفی و با استفاده از دوربین‌های اصلی دوگانه 12 مگاپیکسلی واید و اولترا واید تصاویر به مراتب بهتری از دوربین سلفی ثبت کنید. کیفیت عکس، شارپنس و کنتراست رنگ‌ها در عکسایی که با جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ گرفته میشه رقابت تنگ و تنگی با گوشی‌های سری S مثل S23 و S23 پلاس داره.
موقع عکاسی پورتره هم سوژه به خوبی از بک‌گراند جدا میشه و جزئیات هم توی عکس‌ها واقعا خوبن. فیلمبرداری با رزولوشن 4K 60 فریم بر ثانیه هم به کمک لرزشگیر سخت افزاری و اپتیکال دوربین اصلی باعث میشه که ویدیوهاتون بدون لرزش و با کیفیت بالایی ثبت بشن. اگه به دنبال گوشی هوشمند تاشویی هستین که دوربین شما رو راضی کنه، زد فلیپ 5 با عملکرد خوبی که نسبت به رقبای هم قیمتش داره میتونه انتخاب خیلی خوبی براتون باشه. هم توی عکاسی میتونین عکسای سلفی خوبی بگیرین و هم فیلمبرداری با دوربین اصلی برای ولاگ خیلی لذت بخش و با کیفیته. در بخش امنیت سامسونگ توی گلکسی زد فلیپ 5 مثل سریای قبلی از سنسور اثر انگشتی که روی دکمه خاموش و روشن گوشی تعبیه شده استفاده کرده. این حسگر سرعت و دقت خیلی خوبی داره، ولی جایگیری دکمه خاموش و روشن کردن گوشی میتونه یه مقداری بهتر باشه. برسیم به بخش جذاب ماجرا، یعنی قلب تپنده گوشی‌های تاشو جدید سامسونگ، چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 2. چیپستی که خیلی فراتر از استفاده‌های شخصیه و توی بازی کردن و انجام کارهای سنگین و گرافیکی راحت و روون از پسشون برمیاد. این چیپست همون چیپستیه که توی پرچم‌داره سری گلکسی S23 سامسونگ دیدیم. در بخش سخت افزاری هیچ ایرادی نمیشه به گلکسی زد فلیپ 5 گرفت. این چیپست در کنار رم 8 گیگابایتی که داره از پس همه کارهای شما بدون هیچ کم و کاستی میتونه بر بیاد. بار روان بودن تجربه کار با گوشی رو تنها سخت افزارش به دوش نمیکشه، بلکه رابط کاربری وان UI 5.1 همراه با اندروید 13 تأثیر زیادی روی کاربرپسند بودن این گوشی میتونه داشته باشه. رابط کاربری اختصاصی سامسونگ وان UI همیشه برای خود من جذاب بوده. طراحی آیکونا، امکانات و سرعت رابط کاربری توی وان UI واقعا حیرت انگیزه. جدای از این، برنامه اضافی و تبلیغاتی هم مثل رابط کاربری کمپانی دیگه نداره. حالا اگرم براتون اینجای ویدیو سوال پیش اومده که آیا این گوشی تاشو ضد آب هست یا نه، باید بهتون بگم که در واقع هم آره و هم نه. زد فلیپ 5 گواهی IPX8 داره، یعنی فقط تا عمق 1.5 متری آب و تا 30 دقیقه میتونه زیر آب دووم بیاره. در برابر گرد و غبار هم در واقع میشه گفت که مقاوم نیست و حالا با چسبیدن دو طرف صفحه نمایش به هم دیگه توی حالت بسته باید بیشتر از قبل هم مراقبش بود، چون اگه یه شن ریز بین دو تا صفحه نمایش قرار بگیره و بسته بشه میتونه روی جفتشون خشای عمیق ایجاد کنه. موقع آنباکس زد فلیپ 5 میبینین که یک کابل شارژ خود گوشی فقط توی جعبه قرار دارن و مثل روندی که کمپانی‌ها برای حفظ محیط زیست پیش میبرن، آداپتور توی جعبه گوشی نیست و باید جداگونه تهیه‌اش کنین. راستی گفتم آداپتور. سرعت شارژی که گلکسی زد فلیپ 5 پشتیبانی میکنه حداکثر 25 واته که توی 30 دقیقه 50% از باتری رو شارژ میکنه. این گوشی قابلیت شارژ بی سیم 15 وات و شارژ معکوس 4.5 وات برای شارژ کردن لوازم جانبی وایرلس مثل مثلا گلکسی باز یا گلکسی واچ رو هم داره. برسیم به باتری زد فلیپ 5. سامسونگ سعی کرده که در حد امکان از باتری کم حجمی تو این گوشی استفاده کنه که گوشی ضخیم نشه. یه باتری 3700 میلی آمپر ساعتی توی این گوشی استفاده شده که تفاوتی با نسل قبلی نداره، اما به لطف چیپست بهینه‌تر عمر باتری یکم افزایش داشته. برای استفاده خیلی سنگین و با دیتای گوشی زیادی به باتریش نمیشه امیدوار بود که صبح تا شب براتون عالی کار کنه، اما اگه استفاده سبکتری داشته باشین و فقط برای وبگردی و یه ذره عکاسی و اینا باهاش کار بکنین، احتمالاً با ارفاق میتونین صبح با شارژ 100 درصدی برین بیرون و شب با هولوش 15 درصد برگردین خونه. بخش جالب ماجرا قیمت این محصوله. دیگه گوشی هوشمند تاشو تکنولوژی نیست که پرمیوم باشه و منحصر به فرد. تقریبا هر کمپانی به این تکنولوژی تونسته دست پیدا کنه و قیمت گوشی تاشو نسبت به اوایل که عرضه می‌شدن کاهش پیدا کرده. سامسونگ گلکسی زد فلیپ رو با قیمت پایه 1000 دلاری توی بازار جهانی عرضه کرده که به نظر من ارزش خرید خیلی بیشتری نسبت به رقبای تاشو هم قیمت خودش داره. اگه به دنبال یه گوشی تاشوی هستین که هم قیمت مناسبی داشته باشه و هم برای فیلمبرداری، ولاگ و عکاسی مناسب باشه و نمایشگر با کیفیتی هم داشته باشه، از همه مهمتر سخت افزار قدرتمندی هم داشته باشه، گلکسی زد فلیپ 5 میتونه انتخاب خوبی باشه. چرا که مشخصات یک پرچمدار سامسونگ رو با تکنولوژی جالب تا شدن نمایشگر صاحب میشین. حالا نظرتون رو لطفاً توی کامنت ها به من بگین که آیا این گوشی تاشو برای شما ارزش خرید داره یا نه. ویدئوی زد فولد 5 رو هم ببینین که اون رو هم براتون بررسی کرده بودم. اگر سوالی هم در مورد هر کدوم از این گوشی ها داشتین حتما توی کامنت ها بنویسین تا من بتونم بهتون جواب بدم. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. برای ویدئوهای بیشتر یادتون نره که کانال من رو توی یوتیوب سابسکرایب کنین و منتظر ویدئوهای بعدی هم بمونین. تا ویدئوهای بعدی، خدا نگهدارتون.